بحث این مسئله مربوط به فهم این قضیه ظهور است. ظهور امام به بیان دیگر یعنی ظهور نور حق در عالم خاک. یک تعریفی که از امام وجود داره در قرآن و حدیث همه جا این نشون میده. امام زمان یعنی انسان کامل. انسان کامل یعنی کسی که محل تجلی اراده پروردگاره، محل تجلی رحمت پروردگاره، محل تجلی قدرت و اقتدار و وحدانیت و بی‌نیازی پروردگار. پس یک انسان امام زمان دیگه، انسانی هست که به چنین حدی از معرفت، توحید و اخلاص و قدرت روحانی رسیده که بتواند ذات پروردگار رو، صفات پروردگار رو از وجود خودش متبلور و متجلی بکنه. به این میگن امام. به درجات این تجلی، این درجات اون امام هست. پس ظهور کسی به اسم امام، امام زمان، ظهور انسان کامل. به این انسان کامل میگن خلیفه خدا یا حجت خدا بر روی زمین. که خداوند وعده داده که لحظه ای زمین از حجت خدا خالی نیست. هر وقت خالی شد، تومار بشریت پیچیده میشه. اینا امامان هدایت هستن. برای کافران مظهر غضب الهی هستن، برای مؤمنان مظهر رحمت و محبت و لطافت و هدایت. خب از یک لحاظ پس بایستی گفتش که سیر تاریخ سیر تکامل انسانه، که کاملترین انسان هم در هر دورانی کسی است که به اون میگن امام یا ولی الله یا خلیفه الله یا انسان امامه بشه. پس داستان امامت داستان تکامل انسان در طول تاریخ. خب این تکامل رو بقیه انسان ها هم دارن. خب منطقه امام یعنی پیشوای کمال. امام اصلا خود امام یعنی پیشوا. پیشوای چی؟ پیشوای کمال انسان، پیشوای روح و روحانیت انسان، پیشوای معنویت و خلوص و حق پرستی و همه صفات و فضائل الهی در انسان هست. امام یعنی این. و اما بقیه بشریت، باید پیشوای بشریت. امام یعنی پیشوای بشریت، پیشوای تکامل انسانه. خب این مفهوم ظهور یعنی همین، در واقع یعنی ظهور خدا از انسان، ظهور خدا از انسان. و خداوند هم برای همین اصلا انسان را آفریده. خودش میگه که من چون دوست داشتم خودم رو آشکار کنم، خودم رو معرفی کنم، انسان آفریدم. پس امام مخصوص خدا از خلقت امام. و کسانی که در راهده باید موسسه در سلسله مراتب به همین مفهوم جا میده. ببینید ظهور انسان اصلا ذاتاً محل اراده به ظهوره. همه انسان ها دوست دارن که باطن خودشون رو، امیال، آرزوها، افکار و آرمانهای خودشون رو برسه ظهور برسونن و تحقق ببخشن. این یه امر ذاتی در انسان. همه انسان ها، کافر مؤمن، این اراده درشون هست. همه انسان ها هر تلاشی، کاری که در هر وادی میکنن برای اینه که بتونن بخشایی از باطن خودشون رو برسه ظهور برسونن. باطن چیه؟ ایده هاست، افکار، آرمان هاست، آرزو هاست، مفاهیم حقایقی که در درون اون رو درک کردن، اون رو فهم کردن، میخوان اون رو متجلی کنن، محقق کنن، به فعل برسونن. یعنی چی بشن؟ یعنی امام بشن دیگه. ببین پس امامت در حقیقت خصیصه ذاتی و نیاز ذاتی انسانه. در واقع همه انسان دارن تلاش میکنن که امام باشن. تمام انسان ها، هر کسی به روش خودش، کافران به روش خودشون، مؤمنان به روش خودشون.